سلام دوستان، در جلسه اول آموزش کاربردی اکسل هستیم، نرم افزار اکسل در با شما هستیم. در این جلسه میخوایم نحوه ترسیم یا ایجاد یک فرم توی نرم افزار اکسل رو کار بکنیم با هم دیگه. خب فرم ها توی اکسل خیلی استفاده میشن، به خصوص بچه های مالی، واحد مالی خیلی با فرم ها سر و کار دارن و حالا جاهای دیگه بیشتر با تیبل و با تجزیه تحلیل، مثلا بچه های فنی شاید کاربرد داشته باشه براشون. و خب یکی از واحدهایی که خیلی کاربرد زیادی داره، فرم ها واسهشون کاربرد زیادی داره، بچه های مالی است. حالا ما اینجا فرمی که تهیه کردیم فرم مالی نیستش، فرم ورود اطلاعات همکاران هستش، ورود ساعت ورود و خروج همکاران هستش. و حالا شما اگه کل نحوه ایجاد فرم ها رو یاد بگیرین، میتونین تو واحد خودتون برای هر ورود اطلاعات دیگه ای از اون استفاده کنین. خب ما واسه اینکه بتونیم یک فرمی رو تهیه بکنیم، بیاییم از ابتدا با هم شروع کنیم. من میرم تو قسمت فایل، نیو و یه ورکبوک جدید رو باز میکنم. خب اگر توجه کرده باشیم ورکبوک من از راست به چپ را شروع شده، به خاطر این هستش که من از قبل تنظیم کرده بودم که هر وقت یک اکسل جدید باز میشه این رو از راست به چپ باز کن. به خاطر اینکه حالا ما فارسی بیشتر تایپ میکنیم و فارسی از راست به چپ هستش، این نما برای ما کاربردی تر شاید باشه. به خاطر اینکه شما هم این کار اگه دوست داشتین انجام بدین، برین تو قسمت فایل، توی آپشنز. خب تو اینجا ما میتونیم یه سری دسترسی ها داریم که میتونیم این اقدامات خاص اکسل رو انجام بدیم که تغییراتی رو در کل اکسل ایجاد بکنه برای ما. به طور مثال توی جنرال ما میتونیم از یه فونت دیفالت استفاده کنیم که هر وقت اکسل باز میشه از اون فونت با اون اندازه کار بکنه، یا نمایی که باز میشه نرمال نباشه، پیج بریک باشه یا پیج لایوت باشه، که حالا این نماها رو با هم جلوتر میبینیم. و خب چند تا شیت داشته باشه، include this many sheets، یه دونه شیت داشته باشه. اگر خاطرتون باشه از اکسل 2013 به قبل همیشه سه شیت باز میشدش وقتی که ما یه دونه جدید باز میکنیم، حالا اینجا قرار داده یک شیت، شما میتونین اونو به سه شیت تغییر بدین. خب بقیه موارد رو خودتون میتونین ببینین. اگه برین توی قسمت ادوانس، توی قسمت ادوانس ما خیلی کنترل‌های زیادی رو واسه تغییرات توی ابزارامون داریم که به صورت کل پیش‌فرض بتونه تغییر بکنه. مثلا اینجا گزینه‌های ادیتینگ رو داریم که میتونیم مثلا وقتی که اینتر رو میزنین دکمه سلکشن ماوس یه دونه پایین بیاد یا یه دونه به راست بره یا بالا یا پایین چپ، هر کجا که شما دوست داشته باشین. حالا به صورت پیش فرض دان هست، شما میتونین اینو تغییر بدین. خب بقیه موارد رو خودتون میتونین مشاهده کنین، ضرر نداره نگاه کردنش. و قسمتی که ما میخوایم تغییر بدیم توی قسمت دیسپلی هست، نمایش هستش. خب اولین قسمتی که خوبه تغییر بدین رولر یونیتس هست، واحد رولرتون، خطکشتون در واقع، که میتونین اونو الان که اینچ دفعه اول باز کنین اینچ هستش رو به سانتی متر تغییر بدین. خب بعدی دایرکشنش هست که دیفالت دایرکشن و لفت تو رایت، شما میتونین مثلا من رایت تو لفت کنین که هر وقت باز میشه از راست به چپ باشه. خب بقیه آیتم ها رو هم خوبه که شما برین و نگاه کنین. یه قسمت دیگه هم کاستومایز ریبون، اگر برین تب دیولپر هستش که حالا ما در انتهای این دوره آموزشی به اون خواهیم رسیدش. حالا من توی از قبل توی آفیس اینو تیکشو زده بودن، شما هم میتونین تیک اینو بزنین که این تب اضافه بشه بهش که تب دیولپر هستش. خب حالا بریم با هم شروع کنیم که یه فرم رو تهیه کنیم. واسه ایجاد فرم قبلش بهتره که بدونیم که اکسل یک نمای صفحه گستر هستش، یک نرم افزار صفحه گستر هستش. منظورش از صفحه گستر چیه؟ یعنی یک صفحه رو به ما ارائه میده که حالت تیبل داره و خب این صفحه به ستون‌های مختلف و سطرهای مختلف تقسیم بندی شده، مثل یک ماتریس. دقیقا مثل یک ماتریس ستون‌های مختلف و سطرهای مختلفی رو داره و در به ازای تقاطع هر سطر و ستون یک سلول وجود داره که این سلول یک
تیکه از حافظه میتونیم اونو تعریف کنیم، شبیه یک متغیره. اگر برنامه‌نویسی آشنا داشته باشین، مثل یک متغیره، حالا تو ریاضیات هم میتونیم در نظر بگیریم. متغیر چیزی هستش که تغییر میکنه، ما تو اون میتونیم موارد مختلف رو ذخیره کنیم. توی یک سلول اکسل هم همینطوره، این یک متغیر میتونه باشه که ما موارد مختلف رو توش ذخیره کنیم. به طور مثال عدد توش ذخیره کنیم که من یک رو توش ذخیره کردم، یک متن، یک کلمه رو ذخیره کنیم که من ای یا کلمه فارسی کار رو ذخیره کردم، یا میتونیم یک جمله رو ذخیره کنیم، مثلا میتونیم جا بنویسیم با سلام و احترام یا هر چیز دیگه ای، یا مثلا زمان رو میتونیم توش ذخیره کنیم، مثلا ساعت 7. خب اگه من اینتر بزنم به صورت خودکار میفهمه که ساعت 7 مثلا گذاشتم و 7 صبح رو در نظر میگیره. خب ما قابلیت ذخیره های مختلف، ذخیره اطلاعات مختلف رو توی اکسل تو هر سلول اکسل داریم، و همونطور که گفتم میتونیم فرض کنیم این یک متغیره، و یک متغیر مثل حالا x توی ریاضیات که ما دیتا رو توش وارد میکنیم، میتونه یک ایگرگ هم باشه که یک تابعی از متغیرهای دیگر باشد. یعنی چی؟ یعنی من متغیر ایگرگی دارم، یه سلولی دارم که خودش تابعی از آیتم های دیگه هستش. خب ما میتونیم اینجا بگیم این سلول مساوی است با یک، تعریف میکنیم که این سلول یک تابعی است از با مساوی، و خب میتونیم بگیم 2 به اضافه 2، که اینجا 2 رو با 2 جمع میکنه و 4 رو قرار میده. خب لزومن یک تابع میتونه لزومن یک تابع میتونه متغیری باشه که 2 تا عدد ثابت رو با هم جمع میکنه، لزومن نباید حتما 2x به اضافه 2 باشه یا هر چیز دیگه. خب حالا بعدا ما با تابع نویسی اینا بیشتر آشنا میشیم، فقط اینجا میخواستم مفهوم سلول ها رو در نظر بگیرم. خب همونطور که گفتم ما توی سلول ها هر کاری دیگه پس میتونیم انجام بدیم دیگه، هر چیزی که خواستیم میتونیم وارد کنیم. پس بیایید با هم دیگه یک چنین فرمی رو ایجاد بکنیم. خب برای اینکه این فرم رو ایجاد بکنیم، من میخوام فرمم توی آچار باشه، به اندازه آچار باشه، و خب هیدر داشته باشه. اگر توجه کنین اینجا سرتیتر داره و حالا موارد دیگه. برای اینکه این کار رو بتونیم انجام بدیم، بهتره که نماها تو اکسل رو اول بشناسیم. اگر تو قسمت تب ویو بیاین، خب تو اینجا من 3 نوع نما، حالا کاستوم ویو هم داره، ولی 3 نوع نمای اصلی وجود داره توی اکسل که میتونم از اونها استفاده کنم. این نماها تو اینجا هم هست. اگر توجه کنین نرمال هستش که اینم نرماله، و اینجا پیج لایوت هستش که اینم پیج لایوت هستش. خب نمایی که من اینجا استفاده کردم به خاطر اینکه هیدر اینا رو بتونیم توش بذاریم، نمای پیج لایوت هستش. توی پیج لایوت اگر توجه کنیم لایه صفحه‌ای میتونیم در معنیش بگیم، یک در حقیقت این صفحه گستر ما رو کلش رو گرفته به صفحات اندازه‌ای که تعریف شده تقسیم بندی کرده. خب پیش فرض اکسل اون رو به آچار تقسیم بندی کرده، یعنی الان این یک صفحه آچار در نظر گرفته، بقیه سلول ها از آی به بعد اینجا رو یادم رفت بهتون بگم که اکسل ستون ها رو با حروف جدا میکنه و سطر ها رو با عدد. حالا توی وی بی اگر بریم، این در حقیقت میتونیم بفهمیم که ستون ها هم هر کدوم یک عدد دارن، و این واسه قابلیت کار کردن بیشتر و نمایش بیشتر هستش که ما با حروف جدا میکنیم. خب از A رفته تا Z یه سر، بعد دوباره شروع کرده AA AB AC AD و همینطور رفته تا انتها. خب واسه اینکه بدونین چند تا سلول اکسل داره، حالا من برگردم به نرمال، میتونین اینجا، حالا یه روشش اینه که این پایین رو کلیک کنین. من میخوام بیشتر شورت کی اینو یاد بگیرین، شما کنترل شیفت پایین رو بزنین و تا انتها میره. حالا جلوتر میبینیم وقتی که از این شورت کی استفاده کنیم، تا انتهای جایی که اطلاعات وارد شده میره، و خب خیلی کاربردی خواهد بود. مثلا 2000 تا اطلاعات وارد شده و من میخوام به انتها برم، و با این از این طریق راحت میتونم به انتها برم و سلکت کنم اون قسمت 2000 تا. خب اینجا میبینیم که 1,485,000 و ببخشید 1,000,000 و
48576 تا سلول سطر داره اکسل من. اگر بالا رو بزنم دوباره به اول برمیگرده و اگر کنترل شیفت راست رو بزنم دوباره به انتها میره، انتهای ستون ها میره، که میگه XFD تا ستون دارم من، که همون عدد هستش، یه مربعی هستش که سطر و ستون اکسل. خب حالا دوباره به نمای پیج لایوت میرم. حالا گفتیم که من میخوام این صفحه آچارم رو مثل این درست کنم. پس فهمیدیم که اینجا چه نمایی هستش، نمای آچاره. اگر من اینجا رو زوم آت کنم تو یک آچار دقیقا اومده که بتونم راحت پرینت بگیرم، مطمئن بشم که به اندازه یک آچار پرینت گرفته شده. خب بس این که اندازه صفحمون رو دقیقا آچار کنم و این حاشیه ها رو مدیریت کنم، باید برم تو قسمت پیج لایوت، لایه پیجم رو بتونم تغییر بدم. تو قسمت پیج ستاپ حالا تم ها هم هستن که میتونم از تم های خاصی استفاده کنم، که همین تم آفیس خودش مناسبه، ما میتونیم تغییرات و هر چیزی دلمون خواست بدیم. تو قسمت پیج لایوت اولین کار سایزه، که میرم سایز از لتر به آچار، که لتر همون اندازه آچار یه مقدار فرق داره. ببینیم 21.59 سانتی متر، این 21 سانتی متر، این 27، این 29. اندازه یک لتر نام است که من میکنمش آچار اینا. خب الان پیج من آچار شدش. حالا مارجینش رو که نرمال هستش رو نرو میتونم بکنم، یا واید بکنم که خیلی کوچیک میشه. این از فاصله از کناره ها هستش که خیلی کوچیک میشه. من میخوام نرو بکنم که یعنی باریک باشه کناره ها، که بتونم تعداد زیادی سلول، تعداد بیشتری سلول داشته باشم و اطلاعات بیشتری توش وارد کنم. اگر خواستم یک کدوم از اینها نباشه و کاستوم باشه، میتونم بیام تو کاستوم مارجینز، بالا، پایین، چپ و هیدرا اندازه هاشو تغییر بدم و حاشیه مطلوب خودم رو در بیارم. مثلا حاشیه وزیری داشته باشم که میتونم تغییرات رو بدم و به حاشیه وزیری تبدیلش کنم. خب یه تیکه دیگه اگر توجه کنین، اینجا اکسل داره به من میگه که وقتی پرینت میگیری اگر یه تعداد به این تعداد سلول داشته باشی به این صورت پرینت میگیره، که میچسبونه به سمت راست و به بالا. حالا اینا واسه هیدره، اینا هم واسه فوتر من هستش. خب من نمیخوام اینطوری باشه، شاید واسه کتاب و اینجور چیزا که میره زیر صحافی مناسب باشه، ولی واسه فرم نه. واسه فرم چجوری مناسبه که این وسط باشه از هوریزونتالی، یعنی از این ور یه فاصله، از این ور هم یه فاصله داشته باشه، سنتر کنه پیج منو. و خب ورتیکالی هم میتونم اینو انجام بدم که دقیقا وسط میندازه، که شاید خب خوب نباشه. من حالا یه هیدر فوتری تعریف کردم که اگر نصف این صفحه آچار من پر بشه وسط دقیقا میفته، این بالا به چسبه شاید قشنگ تر باشه. خب اوکی میکنم. حالا که اوکی کردم میام بقیه موارد رو اضافه کنم. اول میتونم سرتیترام رو اضافه کنم. با بقیه آیتم های اینجا مثلا پیج بریک آشنا شاید نشیم توی اکسل دوره آموزشی، چون زیاد استفاده نمیشه. سعی شده بیشتر ابزارهای کاربردی اکسل گفته بشه. مثلا اورینتد هم خواهیم دید که الان این به صورت وقتی که پرینت میگیریم از درازای اون پرینت میگیره، و وقتی که این کار رو بکنیم صفحمون رو برعکس میکنه، آچارمون رو عمودی میکنه. خب ما واسه ایجاد فرم اصولا صفحه‌هامون از بالا به پایین هستش دیگه، همون پورتریت. خوب خب حالا بقیه آیتم ها رو هر کدوم که کاربردهای زیادی داره رو بیشتر با هم خواهیم دیدش و برای اینکه این فرم رو ایجاد بکنیم. خب حالا میریم تو قسمت هیدر. من واسه اینکه هیدرمو ایجاد بکنم میبینم که از سه قسمت تشکیل شده. این سه قسمت واسه اینکه من بتونم از سه فضای مختلف سر تیترم استفاده کنم ایجاد شده. مثلا اولیه رو نام شرکت رو قرار میدم، دومیه رو سمت راست رو آدرس وبسایت شرکت diaco.com رو قرار میدم، و این طرف رو لوگو شرکت میذارم. میرم تو قسمت پیکچر. اگه توجه کنیم وقتی که توی هیدر یا فوتر قرار میگیریم یه تب دیزاین ایجاد میشه، که من با تب دیزاین میتونم تغییرات خودم رو اعمال کنم. مثلا پیج نامبر بذارم، ساعت بذارم، کورنت دیت رو بذارم، کورنت تایم رو بذارم، که اینا البته کورنت دیت بر اساس تاریخ میلادی قرار داده میشه. اسم شیتمو بذارم یا هر چیزی دیگه. خب من اینجا میخوام پیکچر بذارم، ولی اگه برین تو هوم من فقط میتونم از قسمت فونتش استفاده کنم. بقیه موارد حالا به جز فرمت یه مقدار
بقیه موارد خاموش اکثرا، مثلا توی اینزرت پیج لایات همه اینا خاموش میشه و فقط بعضیا هستن که هنوز میتونن استفاده بشن. خب من تو دیزاین پیکچر رو انتخاب میکنم، ورک آفلاین میزنم، میرم توی فولدری که عکس مد نظرم لوگوی شرکت وجود داره و اون لوگو رو میارم. خب اینجا لوگوی شرکت هست، من این لوگو رو میارم. وقتی که این عکس رو اینزرت میکنین به صورت مد اینجا میریز قرار میده و خب یه کدی هستش که میگه این پیکچر الان تو اون سیو شده و کدش رو قرار داده. خب اگه من از این بیام بیرون پیکچر من رو نشون میده، ولی خب بزرگه، من میخوام حالا تغییرات رو تو این اعمال کنم، کلیک میکنم روش، میرم توی قسمت فرمت پیکچر و فرمت پیکچر رو که اووردش اندازش به اینچ هستش کوچیک میکنم، مثلا میذارم 16، اوکی میکنم و حالا یه اندازه مناسب تری رو به من دادش. این البته گرید هایی که حالا جلوتر میبینیم، اینا سلول های منو که نشون میده گرید ها هستن، یادون باشه اینا پرینت گرفته نمیشن، هرچند میتونم تعریف بکنم که توی پرینت بیان یا نیان دست خودم هستش، پیشورز توی پرینت نیستن که حالا جلوتر میبینیم چجوری میتونیم کاری کنیم که تو پرینت باشن یا نمیشن. حالا تو این قسمت من میخوام فونت اینو تغییر بدم به بی تیتر. اگر این فونت رو ندارید میتونیم برین اونو دانلود کنین، تو خیلی از سایت ها این فونت وجود داره و فونت معروفی هستش. و خب این هم تغییر بدم به تایم نیو رومنز، این هم واسه زیبایی بیشتر بالدش میکنم و خب حرکت ها حروف ها رو به صورت زاویه دار و زیرش خط داشته باشه و خب برای اینکه قشنگ تر میشه واسه زیبایی این کار کردیم. خب قسمت هیدر فرممون رو ایجاد کردیم، حالا قسمت فوتر رو شما خودتون میتونین برین ایجاد کنین. بریم توی تهیه این بالایی، حالا میخواییم اینجا رو ایجاد بکنیم، یعنی مثل فرم ورود اطلاعات ساعت همکاری کارمند. خب برای این کار من توی یه سلول مینویسم که گفتیم تو سلول هر چیزی که خواستیم میتونیم مینویسیم، فرم ورود اطلاعات ساعت همکاری کارمند. من یه جمله نوشتم تو این و توی سلول ذخیره شد. به صورت پیش‌فرض وقتی که چیزی تو سلول بعدی نوشته نشده باشه، خب این وقتی که طولانی هستش و میکشه تا بقیه میاد، اگر دابل کلیک کنین روی این ستون این بزرگ میکنه و به اندازه ستون رو بزرگ میکنه و به اندازه اون متنی که وجود داره یا اندازه اون اطلاعاتی که توی اون سلول وجود داره میکنه. برای این کار میتونین اینو دستی دوباره تغییر بدین یا اینکه اینو کلیک بکنین، کلیک راست روش بکنین، کلون ویت رو بزنین و اندازه رو به صورت حالا هر عددی که دوست دارین مثلا 2 قرار بدین. خب من میخوام حالا برگرده به حالت اولش، کنترل زد میکنم، ولی کاری که من اینجا انجام دادم کار این نبود که من توی یه دونه سلول داشته باشم. اگر توجه کنیم وقتی که من اینو سلکت کردم از A تا H رو گرفته ولی توی یه دونه سطر. خب من اومدم اینجا چی کار کردم؟ از یک ابزار به نام مرج کردن استفاده کردم، مرج اند سنتر. حالا مرج و سنتر هم میتونه نباشه و گزینه دیگه‌اش باشه، یا خب حالا اینجا حالا مرج کردن یعنی چی؟ گفتیم که یک سلول یک متغیره و هر چیزی میتونه داشته باشه، اما اینجوری توی صفحه گسترحال یه معنی که داشته باشه، هر سلول یه معنی فراتر از متغیر رو اینجا میتونه پیدا کرده باشه. اینطوری میتونم بگم که میگه من این سلول هامو همه رو میگیرم و میخوام تبدیل به یک متغیرشون کنم، همگی با هم یک متغیرن دیگه، اینها تک تک جداگونه نیستن و یک متغیرن، اون وقت اینو مرج میکنم و وقتی که مرج کنم این تبدیل به یک سلول میشه. خب اینجا از تعریف ماتریس دیگه خارج میشه، چون تو ماتریس ها ما نمیتونیم بگیم که اینا همه یه دونه توی ماتریس یه سلول همشون مثلا همه سلولاش یکی باشن. توی مثلا نمادهای اختصاری شاید استفاده کرده باشن ولی توی نمادهای ریاضی نیست و خب این تفاوت داره.
و خب من اینجا مرج کردم و این سلوله هامو تبدیل به یکی کردم. به خاطر چی؟ به خاطر زیبایی من این کارو کردم، به خاطر اینکه من البته میتونستم از یه دونه سلول فقط استفاده کنم، ولی خب میخواستم این حالت سرفرم من باشه که اسم فرمم تو اینجا قرار داده میشه و زیباتر دیده بشه و کل فرم مثلا وقتی که میاد دیدین که اسم فرم رو بالا به صورت بزرگ میبینن و اینجا دیده بشن. یه چیزی رو توی مرش کردن یادتون باشه، وقتی که میخواین تجزیه تحلیل حالا ریاضیاتی یا آماری انجام بدین، بهتر این کار رو نکنین. هرچند ما اکثر اوقات برای این کار از تیبل ها استفاده میکنیم که بعدا آشنا میشیم، ولی وقتی که اینا رو تبدیل به یک سلول میکنین و حالا میخواین یه فرمول ریاضی بنویسین که این برابر این باشه، ممکنه یه مقدار اختلال توی عملیات های اکسل ایجاد بشه، ممکنه یه مقدار اختلال ایجاد بشه و خب بهتر این کار رو نکنین. خب برمیگردیم اینجا، اینو بی تیتر میکنیم و خب یه مقدار بزرگترش میکنیم. اینو اندازه سطرم رو میتونم دستی بیارم پایین، میتونم کلیک راست کنم روش و را هایت رو بزنم و به اندازه مثلا 1.15 قرار بدم. خب این الان اگه توجه کنیم متن من پایین و وسط افتاده، من با استفاده از الاین وسط چین اینو از لحاظ ارتفاعی هم در وسط قرار میدم و برمیگردم به فونتم. خب اینو آبی کردم و رنگا رو آخر میذاریم با هم دیگه. حالا بیاین اینجا این اطلاعات رو وارد کنین. چجوری؟ اینا دیگه راحته. من مثلا اگر توجه کنین میام اینجا مینویسم مثلا ساعت به فارسی ساعت شروع. خب فقط یه چیزی، وقتی که فارسی تایپ میکنیم باید لغات راست به چپ باشه. من میتونم کل اکسلمو بگیرم با استفاده از این کلیک بر روی این مثلث کوچیکه و بیام توی الاینمنت و اینو رایت تو لفت کنم. ببینید این با این فرق داره. حالا توی آموزش ورد که بعدا خواهیم داد میگیم این الاینی که میکنیم انگلیسی ها هم این ور در حقیقت راست چین و چپ چین نمی کنیم و فقط خود متن رو این ور یعنی طرف چپ وسط یا راست میندازین، ولی وقتی که استفاده از الاین واقعی میکنین دایرکشنش رو عوض میکنین به اکسل میگین که من لغت هم به صورت ساختاری از راست به چپ نوشته میشه و فارسی هست، عربی هست، حالا هر چیز دیگه. خب ساعت شروع کار سازمان رو داریم که خود سازمان از چه ساعتی شروع میشه، ساعت پایان کار سازمان رو داریم، شماره پرسنلی، ماموریت یا مرخصی ساعتی، ساعت ورود، ساعت خروج، نام، نوع همکاری، واحد، نام خانوادگی، رتبه همکار. مثلا اگر توجه کنید مثلا من اگه کارشناس باشم رتبه یک با رتبه دو متفاوته از لحاظ حقوقی، از لحاظ سابقه کاری. خب اینا چیزایی هستش که همکاران منابع انسانی بیشتر در جریانش هستن. شما هم اگه یک جایی کار میکنید ممکنه بهتون بگه که الان رتبه شما کارشناسش رتبه یک هستین، کارشناس رتبه دو هستین و غیره. خب این اطلاعات رو شما هم وارد کنین. من کپی میکنم اینا رو کنترل سی و میام اینجا. خب وقتی که کنترل وی میکنم اینجا میبینین که فرمت قبلی هم آورده، یعنی دقیقا به همین فرمت آورده. خب ما چون میخوایم آموزش بدیم نمیخوایم سریع این کارا رو انجام بدیم، اگه این گزینه CTR یعنی کنترل رو بزنین یا کنترل کیبورد رو بیاین اینجا 1-2-3 رو انتخاب بکنین، کپی از ولیو میکنه. میتونستین از قبل هم بیاین پیست و کپی از ولیو رو بزنین. این یعنی که فقط ولیو اون رو، یعنی مقدار اون رو واسه من کپی کن و فرمتش، حالا که با هم جلوتر این فرمت ها رو تغییر میدیم و فرمول هر چیزی که داره نیار و فقط اون مقداری که داری میبینی رو واسه من وارد کن و بیار. خب شما هم برین این فقط اطلاعات رو وارد کنین. بیاین اینجا اطلاعات رو یه مقدار، حالا اگر خود اکسلی که توی سایت براتون گذاشته شده تو سایت دیاکو گذاشته شده رو نگرفتین، خب یه مقدار پاوز کنین ویدیو رو و بیاین این اطلاعات رو وارد کنین و حالا مرج کردن تا اینجا دیگه نرین بیشتر. اینا هیچ کدوم مرج نشدن و همه تو یک سلول هستن، همه رو به ترتیب تو یک سلول وارد کنین تا بتونیم بعد فرم رو تهیه کنیم. خب من هم اینجا واسه خودم وارد میکنم.
کپی میکنم پیس از ولیو و اینجا هم همینطور. خب یک چیزی رو که بگم، اینها رو دیگه وارد نکنید دیگه. خب اینا به خاطر اینکه بعدن به دست اومدن، اینا اطلاعات وارد شده هستن که حالا بهتون میگم، و اینا اطلاعاتی هستن که با فرمول به دست اومدن، پس اینا رو وارد نکنید. فقط این هیدرهای، یعنی اسم های اینها رو وارد کنید، اسم ستون مثلا مجموع زمان و حضور در سازمان رو بنویسید فقط. خب من میام اینجا یه سلول واسه ورود اطلاعاتش و دادن اطلاعات رو جا میذارم و سلول بعدی اینا رو پیست میکنم از ولیو. خب حالا وقتی که اینا رو پیست کردین، بیایم اینجا این قسمت رو هم واسه تاریخ قرار دادن تاریخ فرممون قرار بدیم. همه فرم های تاریخی دارن دیگه. این قسمت رو هم ستا بعدی رو توی اینجا بیام ستا اینجا بنویسیم تاریخ دیگه. حالا روزش رو 1 2 3 نزدیم، فعلا روز ماه و سال رو قرار بدیم. خب میخواییم اینا رو داشته باشه. حالا بریم فرمت فرممون رو مقداری درست بکنیم و سعی کنیم شبیه این بشه. خب یه کار ساده چیه؟ میتونم من اینجا از فرمت پینتر استفاده کنم، این فرمت پینتر رو بگیرم و بیام و بزنم روی این و اون وقت فرمت اون مثل همون کپی میکنه فرمت رو. اینو میخواستم بگم که ابزارش رو فقط باش آشنا بشیم، ولی خب حالا ما میخوایم با هم دیگه بسازیم دیگه. خب اولین کاری که میکنیم فونت این هستش. من کلا اینو خیلی رفت، حالا این قسمت رو میگیرم بی نازنین میکنم. خب فقط من توی این فرمم اگر توجه کنین اینا به اینا همه بی نازنینن. آره بی نازنینه. چندن؟ 12 بالدن. اینا دیگه بولد نباید باشن خیلی هاشون، که حالا من بولد اعدادا رو واسه اینکه بهتر نمایش داده بشه بولد گذاشتم، اینا رو بی تیتر گذاشتم دیگه. اینا دست خودتون هست چه فونتایی بزنید. حالا فعلا من بی نازنین بولد می‌ذارم. اگر کنترل بی رو بزنین خودش خودکار بولد میکنه. خب اینا رو قرار دادیم. حالا اگر دابل کلیک کنین اینو به اندازه سلول‌های من گفتم بزرگ میکنه، ولی خب این خیلی بزرگ میشه، تاریخ منو میندازه اون ور دیگه، من اینو نمیخوام. میخوام به اندازه این شما پرسنل باشه. اولا 12ش بکنم، 12 نمایان تره. خب و میخوام به اندازه مثلا یه مقدار معقولی باشه دیگه. میام اینو کوچیک میکنم به اندازه دلخواه خودم، مثلا اینقدر شاید کافی باشه. به حدی که این سلول ها من بزرگ میکنم منطقی باشن. خب اینا رو هم دابل کلیک میکنم که اندازه بشه. بعد ناکن مثلا نام خانوادگی این خیلی بزرگه، اینو کوچیکتر میکنم. یادم باشه بعضی از نام های خانوادگی خیلی طولانی هم، بخاطر همین اینو بزرگتر میکنم. خب نام به نظرم کافیه، به نظرم اندازش مناسب. اگر توجه کرده باشین این سلول رو، جملهش رو بیرون از کل محدوده اون سلول انداخته و رفته توی این سلول دیگه من، و اگه من اینجا عدد 1 رو بزنم دیگه این بقیه متن من رو نشون نمیده. خب به خاطر اینکه این رو اندازش رو درست کنم، اول اینکه من پایین خیلی جا دارم دیگه، میتونم کاری بکنم که اینو همش رو طوری نشون بده که بره خط بعدی. خب واسه اینکه این کار رو انجام بده من میتونم مثل ورد اینتر بزنم. اگه اینتر معمولی رو بزنیم میره سلول بده و این کار رو انجام نمیده. میخوام مثل ورد یا اینتر بزنم و بره خط بعدی. آلت اینتر رو بزنین شما میره به خط بعدی و اینو توی ادامهش مینیسه و یه اینتر میندازه. ولی یه کار بهتر این هستش که من کنترل زد کردم، خود اکسل خودکار میتونه اینو اندازش رو بشکنه و به اندازه 1 سلول کنه. چجوری؟ با wrap text. اگر این کار رو کنم میبینین که انگار خودش اینتر انداخته ولی همش تو یک جمله هست. اینو توجه کنین، این همش تو یک جمله است و اگه من اینو مثلا باز کنم دوباره خط رو میاره بالا و اندازه سلول میکنتش. خب من میخوام اندازه سلولم انقدر باشه، این هم به همون اندازه بقیه جمله رو میندازه پایین و خب اندازه سطر رو خودش تغییر داد. من اینها رو رپ تکس میکنم و
این کار رو واسه بقیه هم انجام میدم و همینطور اینها. خب اینها هم انجام دادم. حالا میبینین که یه مقدار نمایش بهتر شد. حالا مرحله بعدی بیایم اینجا، اینا رو هم قرار دادیم دیگه. خب مرحله بعدی، البته یه مقدار من فاصله ها رو باز بیشتر قرار دادم، شما میتونین فاصله سطراتون هم خیلی چسبیده نباشه، بسه اینکه اینها رو هم بیشتر کنید. میتونین اگه توجه کردین الان دیده باشین من چی کار کردم، این سطر رو با هم گرفتم و با هم اندازشون رو یه ذره بزرگ کردم و این کار باعث میشه همه سطرها بزرگ بشن. خب کار بعدی که کردم اینا رو وسط چین کردم. من اصولا همه رو وسط چین میکنم که نمایش بهتر شه، هم از لحاظ سطری و هم از لحاظ ستونی. اینم بشکنیم به وسط. خب بشکنیمش. حالا قسمت بعدی که میخوایم انجام بدیم رنگامیزی این فرم هستش. این فرم رو، البته اقدامات رو هم من مرج کردم، اینم یادتون باشه، حالا جلوتر میریم وقتی که فرم رو یه ذره ساخته شد. خب من اول این بالا رو قرمز رنگ کردم، بعد شما هم فکر کنم کار سختی نباشه، میتونین این بالا رو خودتون بیاین اینجا فیل و حالا یه رنگ قرمزی رو واسش تعریف کنین، هر رنگی که دوست دارین. خب چرا قرمز صورتی مانند من گذاشتم اینجا، میام اینجا و حالا اینجا صورتی اگر نداشت مورکالر رو میزنم، میام اینجا اون رنگ دلخواه خودم رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. حالا یه ذره پر رنگ تر شدش. خب نه، این رنگ رو دوست ندارم، من یه ذره کم رنگ تر میخوام. واسه این کار دوباره میرم به مورکالر، ولی این دفعه میرم تو کاستوم. واسه این کار اینجا تیپی از رنگ ها آر بی جیش هم میتونم ببینم، یه مقدار کم رنگ ترش میکنم. حالا اوکی میکنم، حالا بهتر شد. خب لزوما نباید حتما رنگ آموزی ما هم شبیه این باشه دیگه، همونطور که اینجا میبینیم این خیلی کم رنگ تر از چیزه. البته بهتر کم رنگ، هر چقدر کم رنگ تر باشه واسه پرینت بهتر، چون ما پرینت رنگی که اصولا نمیگیریم، ما پرینتمون سیاسفیده دیگه و وقتی که خب خیلی پر رنگ میکنین جوهر هم زیاد استفاده میشه. خب یه کار دیگه ای که واسه من قابلیت تغییر دارم، میتونم اینجا از استایل استفاده کنم. ببینید من مثلا همه اینا یه جور هستن دیگه و خیلی جاها دیگه مثلا فرم میخوام تهیه کنم از یه نوع استایلی استفاده میکنم. استایل ها هم اینجا هن. من میتونم نرمال داشته باشم، یه سری پیشفرض این پرسونال رو من خودم درست کرده بودم، نرماله که به صورت پیشفرض، بد، گود، نچرال، هر چیزی. من میخوام یه دونه استایل جدید داشته باشم، یه نیو استایل میکنم. خب میگه اسمش چی باشه؟ مای فرم. بعد فرمتش رو میام اینجا، تکست. بعد الاینش چجوری باشه، الاینش رو تنظیم میکنم، مثلا سنتر باشه، ورتیکال هم سنتر باشه، فونتش چی باشه، بینازنین باشه. مثلا فرض کنین من میخوام یه دونه استایل باسه اینها داشته باشم که حالت عنوان دارن و یه استایل هم باسه متن. و خب اینجا میتونم مثلا فونت یکیشو بی تیتر کنم و اون یکیو بی نازنین کنم، ولی خب اینجا فعلا همون کافیه. من فقط میام اینجا بوردرش چجوری باشه، یه استایل باسه بوردر داشته باشم، مثلا کلا بوردر داشته باشه. و خب حالا شاید استایل ها تو اکسل کمتر کاربرد داشته باشن تا ورد. خب من اینجا مثلا چند بار مگه فرم تهیه میکنم، چند بار فرم متفاوت تهیه میکنم، شاید یک بار کلا فرم رو تهیه کنم و تمپلیتش رو سیو کنم. یا بیشتر تجزیه و تحلیل ها که وجود داره خب فرم هم نمیخواد دیگه. خب اینجا مثلا من رنگ سبز کم رنگ رو انتخاب میکنم واسه فیل این و پروتکشنش رو حالا موارد دیگه ای که میخواین داشته باشه اوکی میکنم. فقط اینم اوکی میکنم. خب وقتی که بیام اینجا مای فرم رو بزنم، اون فرمت رو اینجا اعمال میکنه و مثلا من اگه تا کجا رفتم این سبز و روشن رو، تا واحد رفتم، علت داشته این تغییر رنگ ها، تغییر رنگ ها، این آبی باشه این سبز باشه، علت داره که علتش حالا جلوتر اگه رسیدیم بهتون میگم. خب این آبی روشن بود، نرمالش میکنم.
ببین نرمال که میکنیم برمیگردیم، برمیگرده به حالت آریال. میتونین اینو کلیک راست کنین، مودیفای کنین فرمتشو، بیاین توی فونت و به جای آریال بذارین چی؟ بینازنین. خب بعد 12 بذارین، رگولار هم باشه و الاینش هم خب تکست دایرکشنش هم رایت تو لفت باشه، کانتکست نباشه چون فارسی می‌نویسیم. اوکی می‌کنیم. خب اگر توجه کرده باشین دوباره اینو بینازنین کرده، اینم بینازنین کرده و خب انداخته این بر من. حالا اینا رو دیگه دستی درست می‌کنم. خب گفتیم اینا آبی چه رنگی باشن؟ آبی روشن باشه تا ساعت بود این قسمت، درسته؟ خب آبی روشن میکنم. بعد شما میتونید بقیه رنگ بندی ها رو خودتون انجام بدین، بهتره تا برسیم به بوردر ها. پس سعی کنین این رنگ ها رو خودتون بذارین. این یکی رو من این رنگش رو از همون طریق مور رفتم، استایل تعریف کردم پرسنل و خواستم یه استایل واسه خودم داشته باشم و خب رفتم رنگش رو از مور کالر پیدا کردم. شما حالا اگر خواستین میرین دقیقا همین رنگ رو پیدا کنین، لزومی نداره دقیقا همین رنگش، اون رنگی که مورد علاقتون رو میتونین انتخاب کنین. خب این کار رو انجام بدین تا به بقیه فیلم برسیم. خب اگر این رنگ بندی رو تهیه کرده باشین، یه چنین چیزی حالا با هم دیگه خودتون درست کرده باشین هم خوبه. فقط یه نکته، ما چون همون اول مرج کرده بودیم و اندازه سلولامون رو بعدا تغییر داده بودیم، اگر توجه کنین مقداری از این رفته توی صفحه بعدی آچار ما افتاده، این صفحه بعدیه دیگه. و خب من اینو حالا دوباره آن مرج میکنم و به اندازه این صفحه دوباره میگیرم و مرجش میکنم. یه مقدارم فونتشو بزرگتر میکنم، خب حالا بهتر شد. بعد اگرم اینجا توجه باز کنین، وقتی که وقتی یک صفحه آچار من اکتیو نباشه اینجا خاموشه، این نشون میده که این توی پرینت نمیافته. حالا ما یه جا بهتون نشون میدم قابلیت کنترل داریم که فقط یه قسمتی یه ناحیه رو پرینت بگیره، ولی خب به صورت پیشفرض الان اینجا اگه من توی اینم باشم این قسمت هم پرینت گرفته میشه. مثلا یه یک میذارم اینجا، این هم الان روشنه و این هم توی پرینت من میادش، دلیت میکنمش برمیگردم و این خاموش میشه. خب این چرا اینقدر جا اضافه بردیم؟ بیایم اینجا. خب یه مقدار مثلا اندازه سلولاتون رو طوری بکنین که جا زیاد نیارین. البته من اینو یکم باز میکنم و بزرگ میکنم. بعد خب کلن اینا رو بزرگ میکنم یه مقدار. خوبه. حالا اینو که بزرگ کردم و یکم کوچیک‌تر می‌کنم تا اینکه توی یک صفحه جا بشه. خب حالا مناسب شد. بعد دوباره بالدش میکنم، مرجش میکنم و رنگش رو تغییر میدم. خب اینم البته رنگ زرد تا این قسمت رو هم داشتش. حالا وقتی که رنگامیزیمون درست شد میخوام بوردرها رو بندازم. خب بوردر این خطای روی سلول هستش دیگه. من بهتون گفتم اینها گرید لاین هستن، اینایی که میبینین توسی رنگ اینجا گرید لاین ها هستن، واسه اینکه نشون بده کدوم سلول ها چجوری تقسیم بندی شدن. من میتونم تو قسمت ویو تیک گرید لاینز رو بردارم و میبینین که چیزی که پرینت گرفته میشه رو به من داره نشون میده و میبینین که اینجا سفید هست و گرید لاین ها نمیافتن. به خاطر اینکه من بوردرم نشون داده بشه و با رنگ حالا مد نظرم هم باشه، میتونم حالا گرید لاین ها رو بسه هدایت چشمی خوبه که داشته باشیم، میام اینا رو انتخاب میکنم، این قسمت رو اینطوری انتخاب میکنم و کلش انتخاب کردم، میام تو قسمت فونت بوردر. اینجا میتونم انواع اقسام بوردرها رو اصلا پایینش رو فقط بندازه، بالاش رو بندازه، کلش رو بوردر بندازه و کلش رو بوردر بندازم من اینجا. یه مقدار نام خانوادگیمونم عریض‌تر بکنی که قشنگ‌تر بشه. حالا بهتر شد. خب اینها چی؟
اینا هم بوردر گذاشته بودم، شما هم بیاین بر اساس همین بوردر ها رو بندازین. البته ناکنه من این وسطش رو ننداختم، چی کار کردم؟ اومدم اینجا اینو گرفتم، گفتم پایینشو و بالاشو بوردر بنداز. رنگ اینم البته صورتی نبود، من اشتباه گذاشتم، همین رنگ اینجا بود بخاطر اینکه این به این صورت بیاد. این هم گرفتم، فقط گفتم دورشو بنداز. دورش کدومه؟ outside borders. اینو میذارم و دورشو میندازه. خب اینم بوردرشو بندازم، این هم گفتم که فقط دورش باشه و این قسمت هم کلن نگرفتم. خب ببین نشون میده که تاریخ من یکم جای بیشتری لازم داره، چون بوردرشو نشون نمیداد. بازم بزرگتر رفت مصفحه بار کوچکترش میکنم. بعد این قسمت هم کلش و بوردرش و خب حالا اگر توجه کرده باشین تو اینجا بوردر قرمز دارم و دو خطی، چجوری میتونم اینو به داشته باشم؟ میام اینجا بین کدوم ها بودش؟ ببینید من اینجا رنگایی که انتخاب کردم متفاوته، به این علت هستش اینجا که واسه کل سازمانه، به خاطر این میخواستم بگم که این ربطی به شخص نداره که من اینجا وارد میکنم، بخاطر این جدا کردم. ورود اطلاعات واسه کل سازمان هستش، چون ممکنه وقتی که همکاران وارد میشن یه روز ساعت 7 ساعت کاری باشه، یه روز باشه که شب احیا باشه و ساعت 9 باشه یا 8 باشه. خب و ساعت کاری سازمان تغییر کنه، مثلا تو ماه رمضان به جای 2 ساعت 1.5 تعطیل بشن، حالا خیلی جا 4.5 4 تعطیل بشن، مثلا 8 تا 4. خب این قسمت ورود اطلاعات پرسنل هست، ورود ببخشید فقط اطلاعات پرسنل نه، این ورود اطلاعات دستی هستش. من اینجا این عدد رو دستی وارد کنم، اگه خالی بذارم خب اینا رو وجود ندارد میارد، حالا با فرموله، یعنی من بقیه اینا رو فرمول نوشتم که اطلاعات رو فراخوانی بکند جای دیگر و فقط واسه اینها هستش که من اطلاعات رو ثبت میکنم. اینا رو برمیگردونم که نماش از بین نره، بعد بهتون میگم که چجوری اطلاعات رو میتونین ورود اطلاعات داشته باشین توی اکسل. خب پس فعلا من با این قسمت ها کاری ندارم، فقط نما رو میخوام درست کنم. خب پس من اینطوری اومدم رنگامو تغییر دادم، به خاطر همین تغییر رنگ داشتم و بوردر هم قرمز دو خطی بین این سکشن های مختلف قرار دادم تا این گزارش آخر. این گزارش هم بهتره که الان بسازیم که من در حقیقت اضافات اینو تا انتهای پیج آچارم کردم قسمت گزارشات، که اگه بیام اینجا ای بابا با کیبورد اینجا یه گزارش بنویسم، خب میتونم اینجا بیام اینا رو کلن مرج کردم، بزرگشم کردم، بی تیترشم کردم. خب بزرگتر رنگش هم کردم آبی تا اونجا که یادمه و رنگش هم کردم همون صورتی که اون بالا هستش، این هم رنگ صورتی اینجا و یه بوردر بسش گذاشتم و کل این قسمت اضافه هم یه بوردر دور تا دور گذاشتم، این داخل سلولام دیگه بوردر نره، دور تا دور بوردر داره و این بوردر هم از آتسای بوردر شد. خب حالا گفتم میخوام بوردرهای دو خطی بندازم، واسه این کار میتونم بیام بوردر دو خطی باتم دابل بوردر رو بگیرم و خب دو خطی رو بندازم، رنگش رو تغییر نداده، من واسه اینکه رنگش رو تغییر بده میام اینجا و میتونم لاین کالرم رو بکنم قرمز رنگ. اگه بکنم قرمز رنگ به من یه دونه مداد میده که بتونم بوردر رو بکشم، خب من نمیخوام با مداد بکشم، من میام اینجا وقتی رنگش رو تغییر دادم مثلا بدون دابلشو بزنم یه تکی بندازم اینجا خودش به رنگ قرمز مثلا بوردر رو میندازه و خب حالا دو خطیش میکنم. واسه اینکه قابلیت بیشتری توی تغییر واسه بوردرها داشته باشیم ما اینجا میتونیم بریم توی مور بوردر و اینجا خب من امکانه مثلا تعریف بوردرهای مثلا اوریب هم دارم که بگم مثلا اینجا رو اوریب بنداز. خب من نمیخوام، میام اینجا دابلم فقط میذارم، رنگم میکنم قرمز و اوکی میکنم و وقتی که اوکی بکنم تازه چیزم رو انجام داد، ببخشید وقتی که اوکی بکنم ناکن برمیگره سر جاش، چرا چه اشتباهی کردم وقتی که من اینو
گذاشتم، دو خطی قرمزم کردم، سریع اومدم اوکی کردم، در صورتی که این روی نان هستش، یعنی هیچ بوردری نباشد. من چیکار میخوام بکنم؟ من میخوام این پایینم بوردر باشه. اول یه نانو میگیرم که هر بوردری که داشته باشه رو، ببخشید نباید همه بوردرامو پاک کنم، فقط پایین میخوام باشه دیگه. در حال حاضر همه بوردر مشکی دارن دیگه. دوباره میرم توی مور بوردرز، دو خطی قرمز رنگ، و خب میام چیکار میکنم؟ این پایینمو بوردرش رو میندازم. میبینی این باتمش بود دیگه، اگه چپ بندازم چپم هم میندازه، اگه وردارم هیچی نمیندازه. خب من یه خبتی که کردم این پایینم انداختم، ولی این چپیرم زدم با زوره که ورداشتمش دیگه خالی گذاشتش. خب به این خبتم رو جبران کنم، اینو تکی میذارم و مشکی میکنم و میام این یکی رو میذارم. خیلی خب، حالا اوکی میکنم و قرمز منو خب این قسمت هم به همین صورت میام دیگه. دیگه من چیزی رو تغییر نمیدم، میام اینجا باتم خودم میندازم، چون هنوز رنگم اینا ثابته دیگه. اینم گفتم دیگه نه، همینطوری باشه دیگه، نمیخوام قسمت گزارشاتو قرمز کنم. خب اگه بر فرض من بخوام دوباره برگردم اینجا، الان نگاه کنین، من هر چی انتخاب بکنم قرمز میندازه دیگه. میبینین مگه میخوام این مشکی باشه چیکار میکنم؟ باید بیام رنگ بوردرمو لاینمو مشکی کنم و دوباره بزنم روی این تا انجام بشه. خب الان فرم ما واسه ثبت اطلاعات در حقیقت آماده است. ما میتونیم البته اگه این روز و ماه و سالم پاک کنم، میتونیم اینو پرینت بگیریم. بزنیم پرینتش رو با هم ببینیم. فایل پرینت رو که بزنیم، اینجا به ما داره یه نمای پریویو نشون میده. میتونیم پرینتش رو بگیریم و بدیم به اشخاصی که حالا میخوام به صورت دستی اینو وارد کنن، دستی وارد کنن. واسه فرم‌های دستی یا کسی که فقط ورود اطلاعات داره، چیز خاص دیگه لزومی نداره انجام بدیم. و خب خوبه وقتی که پرینت رو بزنم میتونم پرینتش رو بگیرم. حتی یه دونه اینجا من فوترم داشتم که فوترها رو دیگه خودتون برین تغییرات رو انجام بدین براش. خب امیدوارم استفاده کامل رو از این قسمت کرده باشین. تو قسمت بعدی ما وارد این سلول‌های ورود اطلاعات میشیم که بگیم میخوام این ساعت باشه چجوری باشه، بخوام این به ساعت وارد شود چجوری بگم بش که آقا اینجا نشون بده به ساعت وارد شود، و بقیه موارد. خب تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.